اللهم صل على فاطمه و على ابيها و على و على سر المستودع فيه و عدد ما احاط به المخ اعوذ بالله من الشيطان اللین الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عرض عدب ادب احترام هست در شما برادران و خواهران بزرگوارم تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو خب دغدغه بنده و دغدغه من همیشه همینه که اون که در سیره اهل بیت برای ما سیره اهل بیت علیه سلام برای ما رخ داده قرار وسیله آگاهی و رشد ما باشه اینکه ما منباب هوبمون در این جلسات شرکت میکنیم خیلی ارزشمنده در این شکی نیست اما حب و کشش قلبی و فطری باید موجب رشد و آگاهی بشه و الا مظلومت اهل بیت در این 1400 سال که ادامه داشته کماکان ادامه خواهد داشت و ما در منجلاب غیبت کماکان دست و پا خواهیم زد و در دنیای نفس خواهیم کشید که ولی از جلال الله تعالی فرجه و شریف هنوز حکومت رسمی و علنی ندارند و ما از آموزش علنی و رسمی ایشون بی ایم و این بزرگترین ظلمی است که میشه در حق کسی انجام داد و بزرگترین زندان از نظر من همین است اون از اونجا که فیزیکی نیست این زندان مردم درکی ازش ندارن یعنی ما مستضعف رو تا میگیم فلانی مستضعفه سریع یادم فقیر به ذهنمون میاد این دوچاره ضعف مالی است اما کسایی که استضعاف فکری دارن استضعاف روحی دارن استضعاف معرفتی دارن این رو ما نمیبینیم اینکه سهیونیزم جهانی کودکان رو میکشه تو چشممون میاد اما اینکه هزاران کودک و نوجوان رو به گمراهی میکشونه به چشم ما نمیاد و یقینا دومی بدتر از اولی است در اولی طرف شهیده مسیر باز میکنه راه روشن میکنه اما در دومی نابود شده به هلاکت رسیده مسیر گم میکنه تعداد بیشتری رو هم در این گمراهی فرو میبره اینه که اگر از تو این حیاات آگاهی و رشد بیرون نیاد اگر تو این حیاات از این ازاداری مسئله که ناظر به روز باشه و جامعه ما باشه و درد امروز هم بخوره در نهایت به درد نمیخوره به درد نمیخوره که عرض هم صرف و حضور ارزشمنده در این شکی نیست اما این حد اقل برداشت از یک سفره از یک مائده الهی است که ما حداقل برداشت بودیم. به خب این بیانصافی انصافی حق خودمون آیا ما این مستضعف بودن خودمون اینجا میفهمیم اینکه شیاطین جن و انس بشریت رو به استضعاف کشیدن میفهمیم نه بارا عرض کردم نفری صد میلیون الله. حیمت سخن سخنه رو به روز میکنم چون ریال هی سقوط میکنه نفر 100 میلیون ما حقوق بدن یا خونه و یا ماشین و یا ویلا و اینجور چیزا داشته باشه میگه آموزا میخواد چیکار نمیگه آموزا میخوام چیکار انقدر احترام قائل میفهمیم میبینی چی میگه میگه اصلا به ذهنمون نمیرسی که اصلا نبوده امام زمان چه ضربه ای داره میزنه این نگاه مادیه این که ما شرک ماتریالیستی داریم شرک مادی گرایانه داریم همینه خب در اینکه برای مقابله با پیامبر و مکتب انسانساز ایشون در زمان ایشون و بعد ایشون طراحی توسط دشمنان صورت گرفت شکی نیست و تردید نیست. از همان ابتدا که ایشون به وحیت رسید به رسالت رسید جنگ ها شروع شد با ایشون. درگیری ها با ایشون رو شد. از جنگ نظامی بگیرید تا ترور شخصیتی و جنگ رسانه‌ای همین ها بود. رها نمی‌کردن پیامبر تهمت جنون بهش دادن گفتن شاعر گفتن نم ساحره نمیدونم مرد عزت و آزار قرار میدن چل نفر جمع شدن که آخر حس و فیزیکی کنن اینشونو دیگه در زمانی که شون حکومت و تشکیلات کماکان ادامه داشت مسجد زرارها علم شد این یعنی جریان نفاق و مخالف پیامبر مسجد ساخت یعنی از چی از مدیوم مسجد و مدیوم دین و از واسطه ای اسلام برای زر بزنن به خود اسلام بهره چرا فکر می‌کنه الان این کارو نمیکنه زمان پیامبر میشده الان مثلا تخم دو دوزرده برای خدا میذاره الان نمیشه و چه حرف احمقانه ای تو خونه پیغمبر میتونستن نفوذی داشته باشن تو حکومت ما نمیتونن نفوذی داشته باشن یه چرف بی خودیه همسر امام جواد علیه السلام میتونه نفوذی دشمن باشه جای دیگه نمیشه نفوذ صورت بگیره چرا چیزی رو میگید که در مورد اهل بیت هم صادق نیست دشمن میکارنش بعد از شهادت پیامبر که به سمیشون رو به شهادت رسوندن این دشمنی ها با امیر المومین ادامه پیدا کرد در مجموع شد این دشمنان رو چند دسته تقسیم کرد بگیم اول کفار بودن بعد مشرکین بودن بعد اهل کتاب بودن و بعد منافقین اهل کتاب هم یعنی یهودیت رو به صورت ویژه یهودیت تعریف می شد مسیحیان بودن و کسای دیگه هم شیطنت کردن اما محلی توجه نبود اصلی همین بود یهود بود یعنی سراحتا است برد قرآن دیگه لو به ما قالو لعنت بر هم قاتل هم الله خدا بکشدشون، کشدشون عنوان مستکبر ازشون یاد کرد خب قصه کفار و مشرکین در زمان خود پیامبر حل شد کافری دیگه باقی نموند عملا و شرک هم از بین رفت قبل پیامبر اینها مشرک مشرکین زیاد بودن از کفار تعدادشون بیشتر بود در شبه جزیره مشرکین یعنی قائل بر خدای الله بودند اما خدایان دیگر رو هم قبول داشتن این نبود که شما فکر کنید مثلا تا قبلش اللهی برسیده نمیشد نبود نه خیر الله من تو میگفتن لا تو هبل و عزا و, و منات تو. این مرد یه کاری ده انجام میدین مثلا بود این سه تا دخترای خدا رو نمیدونم این حرف عجیب غریب اینطور میزدن وگرنه اسم بوده بینشون عبدالله بسم که اللهم اول نامهاشون نوشت الله ابو لشتن تو مشرک بودن دیگه این هم برچیده شد یعنی نه بوتی ماند و نه بوت تمام شد کانون قدرت اینها یعنی مکه شکست بعد از فتح مکه پیامبر با حدود نزدیک 60 سال سن نزدیک 60 سال سن یک جوان سی ساله رو فرمان دادن که با روشانه های من ایست این بوت ها رو بیار پایین که قاعدتا بعد با برعکس می بود یعنی اون که سن و سال داره باید بره روشانه جوان بیسته که از همه اینها پیامبر کد کودها... های رو شروع کردن که معنای توحید کیست مقابله با شرک و کی انجام میده اما فتنه اهل کتاب و منافقان موند من عنوان این پنج شب رو به شرط حیات خدمت شما باشم گذاشتم فاطمه سلام الله علیها نگهبان دین خوب دل بدید های مهم میخوام عرض کنم اهل کتاب کماکان بودند برخیشون اسلام آوردند در ظاهر مسلمون شدند مثل کعب الاحبار مثل بحب ابن منبه مثل عبدالله ابن سلام و غیره و مسئله نفاق ما تقریبا در سوره های مکی تقریبا میخوام یک مورد که مورد اجماع شیعه و باشه چون برخ سوره ها رو مثلا ما میگیم مکی و نام میگن مدنیه اون چی که بین اجماع شیعه و باشه در سوره های مکی تقریبا حرفی از نفاق نداریم چون هنوز اسلام برقرار نشده نفاق کی میاد وسط وقتی قدرت بیاد وسط وقتی حکومت تشکیل بشه نفاق از سوره های مدنی شروع میشه و در مدینه شروع میشه چه اتفاق افتاده حکومته این دقل دوستان که میبینیم اگه گرد شیرینی باید یه شیرینی باشه تا قبلش تو مکه کتک خوردن بر چی بتفر نفاق پیش کن دیوونه است اونجا کتک خوردنه اونجا سیلی خوردنه اونجا زرد کشیدنه اونجا بلایی است که سر یاسر و سمیه آوردن سر شکنجه اینا رو کشتن اما مدینه دیگه نه حکومت تشکیل پیدا شد. فلانی حاکم کجا بشه قناعیم بین کیا تقسیم بشه اینجا دیگه صرفه صرفه دینداری است فلزا نفاق شکل میگیره منافق هم یعنی اون کسی که دهلیزی میزنه سوراخ میزنه در دین تا مقصد خودش برسه دین بهانه میشه از و برادر من تو رو خدا ایکس و ایگرگ و رایفی و حسن و حسن و, و تقیه و شهران و برام جو چیزها هم نداره نفاق بخواد کار خودشو انجام بده خودشو در قامت یار پیغمبرم جا میزنه دیگه سردار و دکتر و آیت الله و سخنران و منبری و نمیدونم این چیزا نداره جمع کنید اگه این چیزا تو تعمختون هم تعارفای دارید بذارید کنار به هیچ کس رحم نمیکن قرآن هشدار داد به پیامبر که یا رسول الله در همین مدینه موتور حکومت تو رو میارن پایین سراحت وقتی چیز آیه قرآن شد یعنی چی یعنی همه مسلمان شدن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من من حولکم و از کسانی که دور شما من الاعراب منافقون عرب یعنی بادی نشین عرب یعنی بیابونگرد عرب یعنی صحرا معنی عرب یعنی همین چون اصل اینها بادی نشینی بود این اطلاق پیدا کرد بر کلشون داریم از اینو زیاد داریم مثلا که بعدا به یک نجاد اطلاق شد اما همشون بادی نشین نبودن اما اکثرتشون این بودن اینجا عرب به معنی نجاد عرب نیست میگن بادی نشین ها سراحت قرآن منافقون میگه اینا اینه دورتن تو این بادی های اطراف همین اینا منافقن خب اینا چرا؟ جنس نفاق اینا چیه؟ اینا درست اسلام رو نفهمیدن پس یک نوع منافق ما اینو داریم که اینو من قبلا عرض کردم سخن... کامل در مورد نفاق اونجا گفتم کسی خواست راجع به نفاق یه بخشی از تو این بحثم لازم دارم دارم اشاره میکنم کسی میخواد بره اون پنج شب کجا بوده یادم نیست کنید تو پیدا کنید این نفاق ناشی از ندانستن مبانی دینی است کسی که مبانی دینش مشکل داره ناخواسته نفاق داره ناخواسته تو دینش سوراخ هست باگ داره دین داریش بدیهی چرا خب مشخص بود اینا چطور اسلامی آوردن شیخ عشیره بشین بشین پاشو پاشو دراز نشست دراز نشست شیخ عشیره به چپ چپ به راست راست هرچی شیخ عشیره بفهمه چون کارآمدی و نیازهای اونها در زندگی عشیره فقط تامین میشد اگه میخواست جون سالم به در ببره باید اعلام ارادت به یک عشیره می میکرد و برای اون عشیره هزینه میداد که عشیره هم براش هزینه بده طبیعی بود نونشون اونجا بود ازدواجش اونجا بود انتقامشون اونجا بود جنگش اونجا بود صلحش اونجا بود بچهش اونجا بود دار و نداره یک نفر تو زندگی عشیره تعریف معنی دیگه ای هنوزم هست هنوزم در بین اعراب خودم در عراق خوزستان زندگی عشیره یعنی زندگی عشیره این یعنی معنی که یعنی تندادن و سرسپردن و ساختار خانوادگی برای تو آورده داره به بدهی میخوری پول جمع کنن از همه کارتون نجات میدن ازدواج می‌خوای بگو کمکت میکنن دعوایی میشه پشتت وای میستن کاری هم ندارن چی به چیه پشت اینیم این سیستم بود این ساختار بود تو این ساختار شیخ عشیری یعنی خدا یه خدای اسمی داریم اون بالا یه خدای رسمی داریم رو زمین یعنی هر چیشون بگه تعارف هم نداریم من دارم 1400 سال بیشو میگم و نه الان اینها شیخ عشیرشون اسلام آورده بود اینا گفتن به چپ چپ به چپ چپ به راست راست به راست راست همه چی شدن مسلمان شدن چی از اسلام میدونن؟ هیچ حالا آروم آروم بعد به اینا چیکار کرد؟ عمق دینیشون رو افزود این یک بخش و من اهل المدینه اینجا دیگه کار خطرناک شد نه 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 با دینشن ها رو کن از اهل همین مدینه مردو علن نفاق مردو یعنی ممارست کردن تمرین کردن سعی کردن یک صفتی رو در خودشون به وجود بیارن <applause> اون صفت چی بوده؟ قرآن <applause> میگه اینا با پدر سوختگی زندگی کردن با نفاق سعی کردن ریشه های اینها از نفاق و دروی و ریاکاری می نوشید اینا دیگه کین؟ اینا نماز صبح پیغمبر میخونن نماز مغلوب صبح پیغمبر میخونن هر دوستو مسجدن میان میرن اه قصه اینا دیگه که جنس نفاق اینها با اون یکی ها فرق دارد متفاوت است اون از ندونستن اینا دقیقا از دونستنه اینا میدانند و این کارها رو میکنند اینا شعن پیامبر رو میشناسند فهمیدید دوتا رو میبینید اینا میخورن به هم دیگه جرقه میزنن دیگه همین هم شد دیگه قرآن میفرماد لا تعلمه. شما که نمیدونید چون منافقه وقتی میفرماد شما نمیفهمید یعنی چی یعنی اون تابلوه نیست تابلو بالا سرش گرفته سازمان و مجاهدین خلق الان صفت نفاق برازندهشون بگید نیه تابلو ان الان ولی لاجوردی شهید لاجوردی میگه میگه اینا چون میگه منافق نه اینا منافق نیست اینا تابلوات اسلحه براش داره میجنگی دیگه این چه منافقی نه لا تعلمهم شما علم به اینا ندارید کن یعنی چی علم بهشون ندارم یعنی هر روز داره نماز میخونه که نه دقت کنید روی آیات قرآن نحلو نعلمهم ما میشناسیمش می اینجا یه کاری خونی خداست دو تا نکته داره اولا میگه ما میشناسیم شما نمیشناسید دوما یعنی چی یعنی اگه یه روز لورف کیلو داده خدا پس این حرف پیغمبر نیست میدونید که اینا پیامبر رو به عنوان پستچی قبول داشتن که وحی رو آورده است خودش دخل و تصرفی در وحی نباید داشته باشد برای پیامبر یه چیزی میفرمود اینا میگفتن ثواب پیغمبر امن عمين الله اومنج حرف خداست حرف خودته متوجه شدید حرف خدا حرف خودته اگه حرف خداست کوچ کوپه آیه دیگه ها خب بذاریمش کدوم سوره کدوم آیه بفرمایید کاتبان قرآن میخوان بنویسن کجا بنویس میشین او؟ اگر فرمایش خودتونه که شرمنده ما حرف داریم اینقدر هم حرف میزدن و پیامبر به حرفشون گوش میداد که خود اینا به پیغمبر لقب اوزن دادن تو گوشی سراپا گوشی مسخرش میکرد که باز برای همینم هم آیه نازل شد تو پیغمبر میگی گوش هی این و ما یه عن الهوا بابا چرا هر حرفی میزنه جلوش وای میسید این بر سر هوا حبا. و حرف نمیزنه است که به او صورت میگیره حالا بخشی از این وحی قرآن است بخشیش نیست نخیر امن الله عمومن. حرف تو حرف خداست ما هم حرف داریم برادران از اهل سنت همون روایت جالبی نقل کردن که بخونید اصلا سر تیربق کرم بروکلی سبز میشه بخونید چیه <applause> که مثلا بین فلان فل... صحابه و پیامبر بحث شد بعد خب کی راست میگه کی راست جبریل اومد به ایشون درست میگن تو چه کاری همونو پیغمبرش میکردی دیگه سنعذبهم مرتين اینجا یه هشدار دیگه قران داد ببین قران میترسونشون خود اینا میترسونش خودت خودت جمع کنن پس یکی به پیامبر میگه تو نمیشناسیشون من میشناسمشون یعنی اگه یه روزی لو رفت کیلو داده من خدا حرف خودش نیست دو دو میگه عین شماها دارن زندگی میکنن همون شما چه مثلا یه نفر لای هیاتی میگم مثلا پیرا مشکی ریشی میذاره انگشتر عقیقی توی تو سی زیارت عاشورا صد لن صد سلام ها شروع میکنه بغل خوندن و... اینجوری دیگه تو شک نمیکنی که سه با این بخش آخر آیه سن و عزه هم مرتن ما دوبار عذابشون میکنیم توضیح هم نداد که این عذاب چیه ثم یردون الى عذاب عظیم که بعد میفرستیمشون سراغ یعنی انگار مثلا سه تا عذابه از اینجور بردیم دوبار عذابشو میکنیم یه عذاب عظیم هم داریم کنیم یعنی بعد ما یا نه اون عذاب دومی همون عذاب عظیم اما یه عذاب اولی هم هست می چی یعنی اگه دست از با خدا کن آدم نشین من همینجا رو زمین عذابتون میکنم اینا میترسیدن روایت داریم دیگه مثلا که حذیفه بهش میگفتن حذیفه منافق شناس اون 12 نفر که پیامبر رو میخواستن ترور کنن تو عقبه شوتر پیامبر رم دادن یه رد و برقی زد نور زد های اینا رو همه رو دید به پیامبر گفت من اینا رو دیدم بریم گردنش بزنیم پیامبر فرمود نه من اگه اینا گردن بزنم فردا میگم محمد صحابه خودشو کشت نمیشه اینا تا روزی که شمشیر دست نگیرن علنی نشن کار نمیشه برای همین معروف شد به حذیفه منافق شناس جالب مثلا برید تو تاریخ ببینید کیا اومدن خودشون همین میادن به اوزف میگن اسم منم بود اسم منم هم هست میترسیدن بند خود به حکومت هم رسیدن همشون به حکومت رسیدن یعنی میشون میگن تقریبا تمام به حکومت رسیده ها تو اون دوازده اسم بودن بعد ابن حزم اندلوسین رو نقل میکنه بزرگان اهل سنت بعد میگه خب این هست چه کنیم؟ میگه این راوی رو میبینی اینجا این راوی مشکل داره شما حدیث که نقل میکنی باید سلسل راوی ببینی منطقه به راوی گیر میده که از راویان صحیح مسلمه یعنی اگه اون بخوره خیلی جای بدتری میخوره سقه طرف مسلم نیشابوری اون رو سقه میدونسته این راه درستی شی هم نگفته به نزی گردن پچی شد یه گروه بی سواد در حوزه دین بی مبنا در حوزه دین یه گروه هم چی بلد بلد ظالم میکشتن بیا و ببین نماز شب میخوندن بیا و ببین کار عجب بگم امین عبدالله بن یه سالی حج تو مکه چیز اومد سیل اومد یه کعبه رفت تو زیر آب گود آخه اونجا دور تاش کوه شنا کرد این هفته رو شنا کرد چه کار عجب مثلا چیزا نقل کردن عبدالله عبدالله بن زبیر اصلا میخونید تعجب میکنید میگه نماز شبشو شما مثلا سری میخوند خب یه روکو نگه می داشت چقدر پنج ساعت تا قبل نماز بقیش با تون می خونه فردا سر سجده اول این کارو می کرد پس سر سجده دوم این کارو می کرد پس برای سر نماز تشهده این کارو میکرد آدم ها اینجوری حالا عبدالله مزابری که بند خود جوجست میشه نسل بعدی هم نه من داریم فاطمی فاطمیه صحبت میکنیم شیو سنی نرگوش کنید من هر چی میگم مستند حرف خواهم زد یا ای قرآن میخونم یا هر جا روایت خوندم از منابع بردارن اهل سنت میخونم قبلش هم براشون زحمت کار حدیثی و رجالیش هم میکشم که صحیح باشه مولا درزش نره و من نتیجه برسیم دید. یه عده پس بی سوادن از نظر دینی یه عده بلد کارن اینا به هم میخورن جرقه میزنه خطر یعنی اونا از اینا بهره میبرن همینم هم شد دیگه مثلا اینا قبلش رفته بودن با بدبخت بیچارهای قبیله اصلا بسته بودن یعنی اصلا بغلو زندگی میکردن میومدن قند و چایشون قرار شد تامین بشه میومدن خرید بکنن مدینه به اینا گفته ما بهتون آذوقه میدیم وقتی هم ریختن تو همه به لوزور همشون چیز داشتن بزرگ یعنی جمع آزار یعنی لباس پایین تنه اینقدر بدبخت بیچاره بودن یه لنگی میبستن مثل هم یمنی ها یه لنگی ببون اصلا که لباس حجی لنگ رو صورت دوشت میندازی یه دونه پایین تنه تو میبندی یعنی لباس فقراست یه بودش اینه یعنی لباس بدبخترین بخش جامعه رو بپوش که فقیر و غنی از هم قابل تمیز نباشن نشانی نداشته باشه لباست نمیدونم ال نباشه بل نباشه عطر نزن چون که عطر داشته باشه تر است چون. کلا نذار چون از رو راه میشه تشخیص داد تفاخر کرد بگه آقا مثلا از رو کلاش معلوم دادم به مثلا مایه درست شد یعنی میخوام بگم بدبخت بیچاره بودن حالا بعضی برداشت کردن مثلا لباس فرم کودتا بود که بدون اونایی که عذر بستن یعنی اونایی که خودیه اینا از بنی اسلم ریختن تو مدینه همون روز شهادتون فردا و پس فرداشون روزا ریختن به زور چوب و چماق اختشاشات از مردم بیعت میگرفت تمام اینه که دارم میگم منابع هنسوند. خلیفه دوم میگه فعضا رعی تو اسلم فعیقن تو به نصر من بنی اسلم رو دیدم یقین کردم پیروزیم پیروزی بر کی؟ نصر در مقابل چی؟ چرا،, چرا پیروزی مگه دعوایی بوده پیروزی یعنی یه منازعه یه دیگه یه برد و باختی هست دیگه ها فقیقا تو به نسمان یقین پیدا کردن پیروزی خب الان سوال واقعا اینه که کفار برفت به کارشون مشرکنم برفت به کارشون اهل که تو هم فعلا میذاریمشون کنار این منافقای کی منافق اینا منافق کجا بودن؟ بعد پیغمبر یوی همشون تو یه شب با یه بشکنی نابود شدن پریدن رفتن غیب شدن این آیات که در منافقین داره حرف میزنه من اهل المدینه تو مدینه اینا کیان میدون تعریف برادران عزیز و بزرگوار اهل سنت ما از صحابه چیست احمد ابن حنبل اصحاب پیامبر کسی که یک ما یا یک روز یا یک ساعت با او هم نشینی داشته باشه اوردی تا تو یه ساعت پیغمبر دیده باشه صحابه یکی از سخنان پیغمبر نشسته صحابه باشه. این خوبه جناب بخاری صاحب صحیح بخاری که دیگه صحیح کتاب اهل سنته میگه هر کس پیامبر خدا هم نشین کرد یا او رو دیده است از سلام صحابه شدی نه سلام نه بغل رد شد صحابی دیدمش پیغمبر، دیدی دیگه میشناسه دیگه ها بالاخره آدم معروف اون شهر بوده یه پیامبر خدا پیامبر خدا بچه‌ها رو میبردن اسم بذاره یه کسی میمرد میرفتن پیامبر میآوردن ها همه صفر تا صد زندگیشون به پیامبر گره خورده هر کی پیغمبر رو دیده بود میگن صحابه مثلا برای همین بنی صقیف و سقفی ها رو چون تو حجت الودا میگه کل اشیرشون شرکت کردن یعنی کندن از هر چی آدم زنده داشتن جمع شدن با پیانبر اومدن فله ازا میگن تو اون سال هر کی تو اون حج بوده دلیل بر صحابه بودنشه یعنی وقتی میخواد بگه چرا میگه فلان جزء صحابه پیامبره میگه از بنی سقیف بود زنده بود اون سال به دنیا اومده بود فلزا صحابه است گذشت چی شد من نمیدونم این صحیح تر چی بیم میگم ببخشی منافقا پیغمبر نیده بودن نه اصلا پیغمبر مثلا پیغمبر رد میشه روشون نمیگم که نبینی میشه وقت اینا کیان که هم صحابن همینجوری خدا توپو بسته روشون سن و عذب مرتین من اینا یه بار عذاب دو بار عذاب میکنم تازه ثم بعد این اصلا این سه تا من نظر من بعدش میرن سراغ یه عذاب بزرگتری لا عذاب عظیم خدا بگه عظیم الله اکبر ابن هز تو اصابه فی تمییز الصحابه که بچن تمیز به صحابه رو هم. کتاب نمیشه جلی صفحه 163 میگه از صحابه کلام من اهل الجنه قطعا تمام صحابه میرن بهش قطعا پس اینا کیان اینا امه من دوبار عذابشون میکنه بنده خدا اینا کیان پس کی هر کی پیغمبرش میشه صحابه هست هر کیم صحابه باشه قطعا میره بهش آ گرفتید ما رو خدا وکیلی واقعی اینا یا کیک که نه واقعی واقعی نگاه کنه بزرگتره جلسه چی میگه کیک چی همین دیگه همینه. بعد میگه چرا بیا بچه من اینجوری شده بیا باش صحبت کن خب اینا متوجه بودی که بچه تو نمیاد من باش صحبت بکنم عقب نمونید از جامعه زبون بچه تو نفهمی دشمن زبان رو میفهمه اصلا زبان تولید میکنه <تصفيق> <تصفيق> یعنی پیغمبر نتونستی چهار تا بین خودش چهار نفر آدم رو تربیت کنه چرا تربیت کردن با خب جبهه حق تو اقلیت بدن به من چه مشکل من نیست مشکل خداست <applause> 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 به من ارتباطی نداره آیه قرآنه یعنی موسی نتونست اینا این همه 600 هزار نفر آورده بود من یه دقیقه برم سی روزه برمیگردم سی روزه شد 40 روزه برگشت که همه دارن بت میپرن گوساله میپرسن یا هارونی هم بغل مونده با 4 5 نفر اونده. وای حضرت موسی هر حرفی در حضرت موسی زدی من در حضرت محمد خوبه وای چه حرفی یه صلوات بفرست لم ولما رجع موسى الى قومه قضبان اسفاب برگشت به سمت قومش قذبان قذب داشت اسفا تأسف میخورد ناراحت بود ما ما خلفتمونی بعد بعد از من میونداری کردید بعد جانشینی کردید بعد نگهداری کردید من بعدی عجلتم امر رب بکن رب بکن و القل الوا بلا تشبید ال... رفته بود قرآن بگیره قرآن خودشونو <applause> رفته بود توراتو بگیره رو سنگ هک شد برداشت به خودش آورد بر... اومد دیدی اوه اینا گوساله بازم برای کی رفت اینا رو بگیری گفت به راننده گفتش گفت برای کی راننده گفت همه خوابن برای کی رفت اینا چی چیکار کرد و القل یا اول فصل <applause> توراتو رو انداخ زمین پرتش کن گو بدون هارون این تورات هم به درد شما نمیخوره از تو همین جنایت بیرون میکشید عجب 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 از تو همین جنایت بیرون میکشید از تو همین گناه بیرون میکشید تنهایی این تو من حرف من اینجا شما رها کردید نه شرمنده موسا جان تو پسچی برو الواه و وردو بیاد دیگه خود حرف نزن پسچی که با بسته پسچی کاری نداره که اینم پرد کرد و اخذ به رأس اخی سر برادرشو گرفت یا جر رو یا جر سمت خودش قال ابن ای پسر مادرم ان القوم استزعفونی و کاد اینا شمشیر بخی گردن من گذاشتن نزدیک بودن منو بکشن فلا تشمت بیال الاعدا منو جلوی این زایه نکن ولا تجعلنی مع القوم الظالمین منو با این قوم ظالمم یکی نکن ببخشین این صحابه حضرت موسی قوم ظالم اینا برای چی اینا که می‌خواستن هارون رو بکشن برای چی بوده اینا که ریختن به زور به هارون گفتن با ساکت باشی حرف نزن اینا کیا بودن هارون مخالفه گفت بوت دارید میپرسید اومد گرفتنش ریختن دورش گفتن ساکت اینا پس کیان حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم نیست صد و نه نم سی بار چل بار چقدر خورده ای؟ اسمش تو قرآن نیومده یک ششم آیات قرآن در مورد اینا نیست راستی احترام امامزاده رو متولیش نباید نگه داره و اخذ الوا آده کتاب انداختی زمین حالا آره. این کتاب تنهایی به درتون نمیخور هیچ کار براتون نمیخور من کتاب آیین نامه براتون میفرستم یه افسر راهنامه راندگیم هم میذارم و بهتون بگین یعنی چی یه روزی به گیر خوردید شما میبینه افسر راهنامه چرا قرمزه بهتون میگه بیا برو رد شو تو هم رد میشی چون اون از تو بهتر آین نامه رو بلده اون از تو امتحان گرفته به تو گواهی نامه داده این به تنهایی کاری نمیتونه بکنه ای بسا گوش کن همین کتاب فهم. و من القرآن ما هو شفا و لل مؤمنين نه لل منافقین مومنین میرن سراغ امیر المومنین میرن سراغ امامشون سراغ شارح این کتاب سراغ حافظ این کتاب سراغ کاتب این کتاب میرن سراغ خود پیامبر منظورتون از این آیه چی منظور خدا؟ اونا پیغمبر پسچی نمیدونن و من القرآن ما هو شفا و رحمت ما این قرآن رو نازل کردیم که مایه شفا و رحمت برای مؤمنینه و لا یزید و ظالمین الا خسارا ظالمان رو همین کتاب گمراه تر میکنه خسرانشون هم بیشتر میکنه ای داعش تو همین قرآن سربریدن بیرون نکشید ها چی شد پس؟ سعی بخاری باب حوز صفحه 1632 1632 حدثنا مسلم ابن ابراهیم حدثنا وحید حدثنا عبدالعزیز، العزیز ان انس از خادم پیغمبر از پیامبر ان النبی لا عَلَيَّ نَاسٌ ناس من الْحَوْضِ الحوض میگه اون دنیا یه سری از مردم که از اصحاب من بودن و برای حوز من اونجا وایستادم منتظرشون هم بر من وارد میکنن حتی عرفتو میشناسمشون فلانیه فلانی فاقول حتی عرفتو مختور تلجو اختلجو دونی فقولو فقولو اصحابی فقولو لا تدری ما احدثو بعد یا کجا داری میبری چیکارشون میکنی و دارن یه بلای سر اونا میارن دیگه یا آنگاه آنها رو از من دور میکنند اینا کجا دارید میبریدشون برای چی؟ اصحاب من خبر نداری بعد تو چی کردم؟ ای یعنی که قرار همشون بهشتی باشن که اینو کجا دلمون بذاریم از صحیح بخوری دو صحیح بخاری کتاب الرقاق باب فلحوز شونزه سی و دو انس روایت میکنه که کسانی از اصحاب من دوباره همون بله. بعدی ابو حازم میگه میگه نعمان ابن ابی ایاش از من شنید و گفت آیا تو از سل همچین چیزی رو شنیدی برای من گفته اینو واقعا تو گفتی اینو گفتم آری گفت من بر ابو سعید خدری گواهی میدم که از وی شنیدم که او در آن میگفت میافتو که آن حضرت فرموده یعنی من میگویم همانا ایشان اصحاب منند سپس گفته میشد همانا تو نمیدانی پس از تو چه پدید آوردند بعد لفظی که هم استفاده یه سحقا سین هجیمی یعنی دورشون کنید دورشون کنید تغییر دادن بعد از دین رو رفتن سراغ اینا به پیغمبر میشناسه این نیست که اون پیغمبر بشناسه یه نفر دور دیده ما اصلا اینجا علم غیب پیغمبر کلا میذاریم که متوجه شدید مبتنی بر همین روش روش حدیثی خودشون اینجا سعی بخاری بابا حوز 1633 میگه در قیامت و در کنار حوز در حالی که من ایستاده ام گروهی را میبینم تا آنکه آنان را میشناسم مردی از میان من و ایشان خارج میشود و با آنها میگوید بیایید مانع آمدن اصحاب به سمت من و حوز میشود میشه شون طرف من میگویم کجا کجا میبریدشون الان نار قلت عینه گفتم کجا قال الا النار والله به خدا قسم به سمت آتش میپرسم اینها چه کردند ما هم چی کار کردن میگوید این جماعت پس از تو مرتد شدند عجب و به قهقرا برگشتند به جاهلیت برگشتند میگه گروه دیگه رو میبینم که اونا رو میشناسم دوباره همین اتفاق مرتد شدن به قهقرا برگشتن من ندیدم کسی از آنها نجات یابد الا حمل نعم الا به تعدادی که از یه گله اصلی چند تا گوسفند که جدا میشن چند تا برای جدا میشن اون, اون اصل نیست فرعه یعنی چی؟ این چه قصه بوده که بعد از پیامبر تمامی اصحاب شایسته آتش شدن الا حمل نعم جز یه چند انگوش شمار چه اتفاقی افتاده؟ که جز انگوش شمار یه طرف قرار گرفتن بقیه همه رفتن تا بریم صدر بررسی کنیم چی بوده کسی میتونه گزی، گزینه ای مثلا اینجا موندن شارهان سعی بخاری انصافا اینجا زحمت زیادی متحمل شدن بتونن ماله بکشن یه جوری ماجرا کارا بی رنگ در بیارن نمیشه چپیه ماشی هر لاستیکش یه برداره میره یه دیگه گفتن اینا اصحاب ردن اصحاب رده کیا بودن؟ اصحاب رده اون کس بودن که خلافت خلیفه اول قبول نکردن مسلمون هم بودن گفتن باشه علی خلیفه نشد چرا تو؟ اصلا قدیری هم نیست باشه چرا تو؟ من اون چرا تو؟ این هم یه سپاه فرستاد خالد بن فرید و ف... خالد ولید و فرستاد مالک بن نوایره رهبر اینا بود مسلمان بودن خیلی با وقت نماز شد این گفته شو بریم نماز بخونیم و باشه جنگ گذاشتن این <applause> مسلمان بودن دیگه پیغمبرم که دیدن یه دید زکات ندادن تو رو به خلیفه گی قبول ندارن کافر که نشدن که جز اینه خب هر کی هر کی به خلیفه گی قبول نداشت بکشیمش هر کی بود خب همسر پیغمبر امیرالمومنین خلافت قبول نکرد خلیفه کی همه مسلم باشه بیعت کرده بودن. آقا این هم استاندارد دوگانه دوبل استاندارد از کجا در میاد و نمازو بذاریم کنار نماز گوشتن زد کشتش نامد حمله که زد کشتش بعد چیکار کرد کلش رو برید گذاشت زیر دیگ سه تا سنگ گذاشتن زیر دیگ یکی کله این بود قضا بار گذاشتن همون شب با زنش زنا کرد اینجا دیگه ماله برداشتن در قطع چی بگم دو در سه متر که اینو چیکار کنیم این این زن هنو ادش تموم نشده خب این برام خالد ابن ولید چیکارش کنه صحابه بگم صحابه هم که کلا یعنی تو بهشتی دیگه هر کاری کنی بهشتی یعنی خوده... خوده خود خود یارو میخوام میخوام برم جهنم خب نه خیر شما متوجه نیست باید تو بهش میشی خود بروش ببینه هر کاری بکن هر کاری بکن صحابه است به نظر شما این عجیب تره که شما صد هزار نفر یوی بهشتی کنی یا شیعه که میگه دوازده نفر معصومه اصلا <تص> دیگه بحث نقلی ندارم بحث عقلی دارم اینکه شما بگی یه نفر از ابتدا معمور خدا بوده به من این دستم میخوام بفرستم این لیوانو بردارم آب جوش باشه این انگوش کچیکر نمیفرستم این تخطی میکنه میندازش چون علمم واسعه از آینده خبر دارم درسته تجربه دارم خدا که نیاز تجربه هم نداره اینو که قبول دارن همه الحمدلله اونا هم قبول دارن همسایه هم قبول دارن خب من اینو میفرستم این داغه رو برداره چرا این انگشت میگه این تخطی نمیکنه معلومه کسی که بشه رسالتی میدی باید کسی, بفرست می باید کسی بفرست رو بفرستی که میتونه کارو درست در بیاره این نیستش که مثلا خدای پیغمبری بفرسته پیغمبر خرابکاری کنه یا وسطش داره گناه میکنه ای تو دیگه چرا من الان چجوری جمع کنم کار تو پیغمبر من بودی نه دیگه اون نباید گناه کنه این عجیب تره که شما مثلا 14 نفر رو جدا کنی بگیری اینو فرق داشتن باشه اصلا فرق دارن من خواستم فرق داشته باشه که همین هم خدا مفتی با کسی این کارو نمیکنه و همه از ذرا سلام الله علیه ها میگه سلام علیکه یا ممتحنه تو قبلا امتحان شده بودی قدم امتحنه کلا قبلا یخلق قبل اینکه این خلقه صورت بیه تو جای دیگه امتحانه تو پس ردی. تازه این هم نیست را چیه همینجوری حرف نمیزنه منتها قبول هستم این عجیب تره که شما دوازن نفر رو جدا بکنی یا <تصحن> صد هزار نفر رو فرقش چیه؟ بگی خطا هم کنی بهش میری اونم که اصلا اجازه خطا نداری خطا نمی کنی در عملم تو زندگیشون ببینه خطایی نکردن سختترین امتحان هم گذاشت شده خطایی نکردن خودشون که نه پامنبریاشون هم ویژه بودن مصیبت مثل کربلا دیدن دخترشون داره میگه ما رایت را الله جمیلا درسته؟ خود دوازده تا نه این عجیب کاریه یا بگه کلا شما صد هزار و هر کاری عشق کردید بکنید وسط بهشتید رفت مردر زده مسلمان رو کشته با زنش شب نزدیک بعد اینا اومدن آخ آخ مال کشیدن بعد ببینید اصلا به خدا کتابا رو میخونی همیشه میام میخونم به امیرم دلم به حال یارو میسوزه نویسنده میگم نه 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 حس میزنم میگم نه اینو نگو تو میخوای اینو بگی نکن این کارو با خودت کرده دیگه کتابا رو نوشت من یه جوری ماله بکشه حق داره چرا چون بعد میگم همه میرم بهش چون اگه بپذیری یکی این لا بهش نمیره باید دیگه میگه سفره رو بندازی سفره رو نندازی یه حرفه میگه این سفره ننداخت سفره رو که بندازی صد تا حرف چرا آبش اینجوری بود چرا نونش اینجوری بود چرا نمکش اینجوری بود چرا این چرا که آب ندن چرا جویا این مرغش نمیرم چی چی بود اون یکی فلان بود هزار تا حرف درست میشه عجیبه نه میگه زمرتین دو گروه بر من بود بعد اینا اومدن گفتن نه نه اصلا زمره یعنی عدد کوچیک یویدن تو صحیح بخوری یه دونه دیگه نقد کردن که زمره یعنی 70000 هزار اصلا انگار خدا میخواسته تکش تک اینا بماند بماند چرا؟ چون حجت تمام کند حدیث 65-86 سعی بخاری همون باب حوز پیامبر فرمود مردانی از اصحاب من بر سر حوز وارد میشن فیحل اون از آنجا من میشن من میگویم این پروردگار من میگه به خیلی بودیم یه یر دو علل حوزه رجالون من اصحابی اصحابی میگم یارب به اصحابی میگم خدا این صحابه منن فیقوله انک لا علم لک به بعدک تو علم نداری نمیدونید بعد تو چیکار کردن انها مرتد و اینها مرتد شدن علی ادبارهم هم القحقران. گوزشته گذشته خودشون جاهلیت برگشته عبی بکره نقل میکنه از پیامبر اینا احمد ابن همبل امام یک چهارم اهل سنت یک چهارم کلامی داره مرز میکن جلد س... صفحه سی, و سی, و سی, میگه مردانی از کنار حوز عبور داده میشن که مصاحب و صحابی من بودن رجال و من من صحبنی و رعانی هم دیده بودن منو اصلا ببینی خدا وکیلی باشه یعنی خال زده این روایت حتی ازا رفه او الیه و رعی تو مختل جو دونی رونده میشه نه کنار میگم خدایا ولعقولن نه رب اصحابی اصحاب منن اصحابی دوبار اصحابی اصحابی و گفته میشه نکلات تدری ما ما احدثو بعدک نمیدونی بعد تو چه ها که نکرد اینا چیکار کردن اینا که اکثریتا اینا که تو دو, دو, دو گروه هفتاد هزار تایی وارد میشن تقریبا هم تعداد صحابه پیغمبر همین 100 صد تا هزار تا میکنن یعنی هر کی پیغمبر دیده دیگه بعد بین اینا اگه یه وقت بحثی پیش اومد بین همین اصحابی که همشون هم بهشتن اون موقع ما باید چیکار کنیم اینا با هم جنگیدن شما میگی معاویه هم پیغمبر دیده بله خب صحابه است همین یکی از مولوی های استان گلستان بعد از اینکه رئیس قوه قضاییه ما گفت معاویه صفتان ناراحت شد یه صحبت هایی کرد میگفت شما معاویه صحابه است ما دولت صحابه همه صحابه بهشتیان هم. کتاب اینا دارن من سب علی الصحابه و معاویه و امه هاویه اسم کتابه درست شد میگه اصلا نه به معاویه هم چیز نباید بگی میگه ببخشید من شرمنده من الان گیج شدم وسط جنگم جسارتا شمشیرم هم دستمه الان تا دو دقیقه دیگه من یه تیری بخورم شمشیر بخورم نیزه بخورم این بر علی ابن ابی طالب معاویه من چه خواهی تو سرم کنم <applause> بیش من روشن کنید همین شد دیگه رفت سراغ پیامبر یه خط گذاشته این نشون گذاشته بود پیامبر بله میره آینه چی میشه دیگه میری از عمار میپرسی وسط جنگ چکا چاک چشم ریختن دور عمار امار ما کدوم ور وایستیم این ور صحابه پیغمبر زن پیغمبر این ور هم علی پسر ام پیغمبر ما میشتوسیم که صحابه پیغمبر چه خاکی تو سر اون کن اما بهشون خط و گفت چوری کردن جنگیدن گفتن ببینید یه دین بوده یه دیگه گفتن ببینید اما رو فعه باقیه میکشه هر کی اما رو کشون آدم بد است وایس بودن تو جنگ داشتم میکشن اینجا فقط نگاه میکردن مثل تماشاچی فوتبال همه کفش آماده پیرن شورت ورزشی که برن تو بازی فقط وایستادن ببینن کی تکل میزنه اونو میکشه همه فقط این بازی کنه همه اما رو نگاه میکردن ای اما رو کشتن بریزید تو زمین ریختن تو زمین بعد چی شد؟ معاویه گفتش که اما رو علی کشت که با خودش برداشتش آوردش جنگ عجب ابن عباس برگشت گفت عجب از همزرم پیغمبر کشت برداشت بود تو جنگ شوخی نمیکنم اینا تاریخ من. مردم که اینا ندونن مردم که اینا من امروز میخوام بکشونم اینا به بحث امروزمون بگه نه فایده ای نداره جای شدید این رو بخونیم برای امشب بس خب اینا به جون هم افتادن با هم درگیر شدن ما حرف کیو گوش کنیم مسلم نشاور دو تا کتاب دارن صحیح این دیگه صحیح بخاری صحیح مسلم این تو کتاب صحیح مسلم میگه فلما ما تو وفیه رسول الله میگه وقتی پرهیم برای دنیا رفت قال ابو بکر انا ولی و رسول الله من چیم؟ بگید شما جانشمه به بب... استس ببخشید ولی فقط تو قدیر دوسته اینجا جانشین کسی حرف بد نزنه اون بقل بایست اوکی حله انا ولی رسول فجه تو اینا کی داره میگه خلیفه دوم داره به ابن عباس و امیر میگه میگه یادتونه پیامبر از دنیا رفت ابو بکر اومد گفت انا ولی و رسول الله فجه تو ما تطلب و میراسک شما آمده دیدید میراس خودتون رو میخواستید تو ای عباس میراس برادر زادت را میخواستی و تو ای علی میراس امرعتهی میراس کیو میخواست؟ همسرشو فاطمه رو میخواست فقال ابوبکر بک یا هم جوابتون داد که ما پیامبران ارث به جا نمیگذاریم ماجرا رو شنیدیم فرعی تو ما شما دوتا میگفتید کاذبن تو دروغگویی آثمن گنهکاری غادرن نقشه کشی فریبکاری نقشه داری میکشی میگه شما نگاهتون در مورد خلیفه اول این بود یادتون والله یعلم انه لصادق خدا شاهده که اون صادق بود بارون راشدون تابعون للحق تابع حق بود شما دوتا از اول سر ناسازگاری گذاشته بودید خب اینا هم دو تا از صحابه اینجا گوشه سمت و وفی عبو برق. میگه بعدش هم عبو از دنیا رفت وفات کرد و انا ولی و رسول الله من شدم چی؟ جانشین پیامبر این ولی و رسول الله ولی و رسول الله وقتی این زاویه پیدا بکنه از خط اصلی اینجا داداش یک سانته یک کیلومتر جلوتر یه دنیای دیگه است فاصله زیاد میشه انا رسول انا ولی رسول الله پنجاه یک هجری پنجاه سال بعد شست یک هجری جسارتا کی اومده گفته انا ولی رسول الله یازید ابن معاوی و کل جامعه هم رفتن یه نفر بوده سر ناسازگاری گذاشته حسین همینجا هم تو شروع زاویم کل جامعه پذیرفتن صداشون در نیومده یه اصحاب ردی بودن تعداد خیلی کمی اونم که چه بلای سرشون او بود اونجا هم یه علم برداشته شد فاطمه اگر نمی بود از زهر و سلام الله علیها اگر نمی بود عبدالله علم تو ماجره قضه تو داشت نگاه میکرد اگه نموده این دو بزرگوار این خب تعجب میکنی که چرا فقط یمنی ها دارن میزنن و عراقی ها میزنن و لبنانی ها میزنن و ایرانیا دارن پشتیبانی میکنن میگه اینا جمع کن بزنیم تر یه فرقی دارن با بقیه اینا چی اینا حسین دارن اینا فاطمه دارن اینا مدل تربیتیشون فرق داره بگه بله ثم تو و انا ولی و رسول الله ما من ولی. و ولی و عبوبک و جانشین ابو فرعی تومان شما دوتا دوباره شروع کردید کاذبن آسمن غادرن خائنن شما به ما میگفتی تو دروغگویی تو گناهکاری تو نقشه کشی تو خائنی بعد جالب تو ادامه روایت در آخر روایت خلیفه دوم از امیر المومنی و ابن عباس اقرار میگیری میگه آیا مطالبی که گفتم تایید میکنید؟ میگه هر دو گفتن بله حالا یه سوال بشم دو تا صحابه با هم اختلاف نظر دارن نشستن چه صورتن؟ ما طرف این و بر... این یکی باشیم اشکال نداره ببخشید چون هرچی نگاه میکنیم میبینم خب ببینم انا مدینتون و علیون بابا خب ای. تو جنگا نفر اول این اون تنها ازدواجی که در بین عرب شک گرفت و خدا مشخصی زن و شوهر کی باشن فقط این بچه هاش سید شباب الاهل جنه این. تمام آیه قرآن و تمام دراتون باید بسته بشه به مسجد اینا یه در تو مسجد داشتن یه در ما بیرون داشتن مسجد همه چیشون بود دیگه مجلسشون بود قوه قضاییشون بود دولتشون بود همه چیشون بود همه صد دل و باید تمام درا بسته بشه الا باب جز در خونه این ببخشید من هر چی نگاه میکنم جسارتا به خدا قسم من حاضرم بریم یه مسیحی بردیم از اونور دنیا بریم بگیم داداش ما دو نفر بر تعریف میکنیم بگیم کدوم اونی که تو دفاع از پیامبر 60 یا 90 زخم برداشت یا اونی که با افتخار میگه که فروک کردم گفتن اون کو یکی دیگهشون که سه روز بعد برگشت فکر کنن کشته شده در جنگ بعد سه روز گفتن ای اینم بود راستی بنده خدا من چیکار کنم آقا ببخشید میشه سعی ب... مسلم کتاب جهاد حدیث 17 56 فلزاد جنبندی و ارزم تمام بره میشه بست ما با دو گروه خطرناک مواجه بودیم یه گروه بی سواد و بادی نشین دو منافقانی که مرد و علن نفاق افراد کار بلد آمدانه میدونن حقا می سر قاری قرآن چه بسا حافظ قرآن هستن و بلدن پیغمبرم دیدن وحی هم بهش نازل میشه پیغمبر رنگ از صورتش میپرید وقتی بر... وحی نازل میشه اینا دیدن خودشون جزو بخش از راوی های حدیث اینا هر کدام برای مقابله با اینها هر کدام یک راه بردی داره اونی که بی باید خون دل بخوری آروم آروم اینو رشدش بدی اما اونی که میدونه خودش هم سر در میاره باید دست شروع کنی بعد از پیامبر پنجتن یه نفرشون رفته این چهار بزرگوار تقسیم وظایف کردن امیر المومنین و امام حسن قرار شد این خط رو پیش ببرن و این راه برده که ما خونه دل میخوریم استخوان در و خار در چشم صبر میکنیم آروم آروم اینا رو آموزش میدیم و فاطمه سلام الله علیها و ابا عبدالله, عبدالله ما قیام میکنیم خون باید ریخته بشه تا حق از ناحق جدا بشه الان میگی چرا ماجرای فلسطین اینجوری شد تابلو شد این زایه شدن سینوستا میدون چرا چون خون ریخته شد چون خون شیش ماهه ریخته شد چون زن و بچه مردم رو زیر دست و پا کشتن چون بیمارستان زدن چون ظلمی میکردن که برای قفل بود این مرحله برای آدم برای اون کافره تو آمریکا قفل بود برای اون یارو تو لندن قفل بود متوجه شدی؟ باید این اتفاق میافتاد اصلا من به عمل این بحث انتخاب کردم برای همین ایام یعنی شما این درک بهتری از عرایز من خواهید داشت تا کسا که ده سال بعد فیلم های من رو میبینن چون شما همین الان دارید این اخبار رو میدن. قشنگ ادراکتون الان پره که چه شده؟ میگه چطور میشه اینجوری بشه؟ شده قبلا چرا شیعه میفهمه؟ چون تو بخشی از تربیت دینیش این رو داره رجوع میکنه یافته بین خودش میبینه هر دو باید شهید میشدن هر دو باید شهید میشدن اگر زنده می ماندند کار به درستی انجام نشده بود حضرت زهرا سلام الله علیها همه رو جمع کرد دور خودش و فرمود من یه دعایی میکنم شما آمین بگید بچه هم دعا کردن یعنی. اول آمین بگید اول خدا بخواید دعای من مستجاب بشه شما دعای خاصیه دعای شما خاصه اینا رو گفت و فرمود و اینا هم دعا کردن دعای مادرمون انشالله مستجاب بشه فرماده. الله اللهم عجل وفاتی خدا مرگ منو برسون که جز با رفتنم این دین سآله نمی همون حرفی که ابا عبدالله میزنه میگه منو مخیر کردید بین زلت و نیزه با قتل بسم الله ما چی می این خانواده خانواده شهادت پدر شهید مادر شهید برادر شهید خود عبدالله شهید بچه ها شهید از اصغرش تا اکبرش از کوچیکش تو بزرگش و خونمون ریخته بشه تا حقانیتون اثبات کنیم و الله فردا برمیگرم میگن نه این طور نبود یک اختلاف نظر سیاسی بود مریض شدن از دنیا رفتن باید همین طور به شهادت میریست و طور نهت داشته باشید مخفیانه دف می شدن و همینطور باید قبر شریفشون پنهان تا هر روزی حجت آشکار این نگهبان دین اون بالا ایستاده از از روز که هر فطرت آگاهی در طول تاریخ نگاه کنه برگرده بگی ببین یه قصه قصه این طرف همه بهشتیان همه صد هزار تا میرن به هر کاری هم کردن یه قصه هم داره میگه که آقا مخفیانه دف شدم کودتایی در کار بودا اون موقع جی. اللهم عجل وليك الفرج و والنصر بن نصر من خير اوانه و انصاره والمستشهدين بين يديه تعجل الفرج قطب العالم امكن حضرت ولي اسرج الله تعالى فرج الشريف صلواتنا بفرج